بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر. عرض سلام دارم و عرض وقت بخیر دارم خدمت تمامی شما دوستان عزیز، شما همراهان همیشگی برنامه کودک و نوجوان. آرزوی ما همیشه صحتمندی و موفقیت شما عزیزان هست. انشالله که همیشه صحتمند و سربلند و موفق باشیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه های کودک و نوجوان. از شما میخواییم که تا آخر برنامه بینندهی برنامه خودتان باشین تا ما هم از همراهی شما عزیزان انرژی بگیریم. در برنامه امروز دوستان عزیزان ناظرین، قرار است که در مورد یکی از ولایات زیبای کشور عزیز ما، کشور افغانستان، بر شما عزیزان معلومات بدیم. در آیتم در هفته قبلی، در چهارشنبه گذشته، ما در مورد ولایت زیبای هلمند صحبت کردیم و معلومات خودمون را گفتیم خدمت شما. امیدوار هستم از برنامه های قبلی ما که معلومات بر شما گفته شده بود، معلومات های خوب به دست آورده باشین و ما باز هم در خدمتتان هستیم که زیادتر بگیم و همگی ما در کنار هم زیادتر معلومات یاد بگیم در مورد ولایت یا ولایات زیبای کشور عزیزمان افغانستان. سلام جان، سلام خدمت دوستای ما. دوستای ما اومدن، چی وقت اومدین؟ ما متوجه نشدم. ما اومدیم جمشید جان، خودت گپ میزدی باز گپ نزدم. میگه چوب شیش تو. آره جمشید جان، بله. خرگوشی کلان است یا فیلی کلان است؟ به نظر فیلی کلان است. فیلی کلان است نه، از نظر جسامت میگین یا نه سن؟ نمیفهمم کلان. خود جمشید جان، ما کلان است. ما تو برو اصلا گوشای ما زیاد کلان است. فکرت باشه بینی مام کلان است. فکرت باشه که گوشای بسیار کلان است. خب به هر حال سلام علیک، یادتان رفت؟ خب جمشی جان، من سلام دادم برای فیلی جان. سلام داده و خرگوشی میخوای سلام بتن. سلام بتنی؟ سلام جمشی جان، سلام بخوای. سلام دوستایم، امروز روز چهارشنبه است جمشی جان. بخوایی که ما رو در کجا ببری؟ امروز هم روز چهارشنبه است و قسمی که در هفته قبلی بر شما در مورد ولایت هلمند معلومات دادیم و گفتیم که در مورد، یعنی این هفته درسته، بر شما قول دادیم در مورد ولایت زیبای نورستان بر شما معلومات بدیم، ولی خب متاسفانه نشد. شوخی میکنم دیگه، شما مقدر زود جدی نشید. راستی؟ سگو گریه نمید. سگو گریه ولایت نورستان معلومات بیتر. چهارشنبه پیش معلومات جمشید جان قبول داد که حتما چهارشنبه بعدی در مورد ولایت نورستان معلومات بیتر. بله، و من هم سر قول خود هستم. امروز در مورد ولایت زیبای نورستان که واقعا یکی از زیباترین ولایت های کشور عزیز ما هست، بر شما عزیزان معلومات بتم. یعنی از زیبایی نورستان هر چقدر بگوییم کم است، چون همگی میگن که ولایت زیبای نورستان پارک ملی افغانستان هست. یعنی چون خیلی زیبا هست، خیلی سرسبز هست، خیلی جنگل های زیاد کلان و زیبا و مقبول داره، به همون خاطر شهرت زیادی داره که برش میگن پارک ملی افغانستان. یعنی در پهلوی ازی که بند امیر پارک ملی افغانستان هست، ولایت زیبای نورستان هم یک جای واقعا زیبا و مقبول است که در این هفته و در این چهارشنبه خدمت شما عزیزان میگیم. معلومات را از شما میخوایم که باز هم از شما خواهش میکنم که بیننده برنامه خودتان باشین تا همگی ما یکجا در کنار هم در مورد ولایت زیبای خود، ولایت زیبای نورستان، معلومات خوب به دست بیاریم. جمشید جان شروع کن دیگه، ما منتظر هستیم. بله، هیجان دارم جمشید جان، بسیار هیجان دارم. باشه حتما، ولی خب میان برنامه آمدی نشر است. نه نه جمشید جان، نه باید ما این درباره ولایت زیبای نورستان برای ما بگوییم، ما کارتون نمیبینیم. چرا گریه میکنی؟ ولایت زیبای نورستان در قسمت شمال شرقی کشور عزیزمان افغانستان موقعیت داره، یک منطقه بسیار تاریخی و یک جای بسیار سرسبز و زیبا و یک منطقه کوهستانی هست که در قسمت شمال شرقی کشور عزیزمان موقعیت داره. همچنان نامای زیادی داره، یعنی داشته در قبلنا ولایت زیبای نورستان، یعنی قبلنا چند منطقه را، یعنی حالا که ولایات جدا شدنی، مثلا ولایت کنر، یعنی مناطقش کاملا جدا است دیگه، ولی در زمانهای سابق
ولایت زیبای نورستان یک منطقه بزرگ بوده که به نام‌های زیادی یعنی داشته، نام‌های زیادی داشته، ولی فعلا در حال حاضر ما شما به نام ولایت زیبای نورستان این ولایت زیبا را می‌شناسیم. بله، و قسمی گفتیم این ولایت زیبای نورستان کاملا یک منطقه کوهستانی است، یعنی کوه ها زیاد است، دره ها زیاد است، آب در این منطقه زیاد است، سرسبزی زیاد است، جنگل زیاد است، آب و هوای بسیار خوب و زیبایی داره، یعنی خوب و زیبایی دارد آب و هوا. نه گفتم آب و هوای بسیار خوبه داره. بله جان، چه جان، چه کمکمن جای جمسی جان، آبش هم زیاد است فیلی جان، باز گرفتی حتما اونجا آبازی کنی. آبازی کنه؟ آه فیلی جان، آبازی کنه غرق نشه این فامیدی؟ نه من غرق نمیشم، تو فکر خواه خود طرف خود بگی. کاش که گوی جان میامد امروز. گوی جان میامد؟ برای پشت گوی جان، باش که من یک معلومات را بگم، باز اگر رفتین برین. خب ولایت زیبای نورستان حدود 75,000 هکتار یعنی علفچرها داره، یعنی علف زیاد هست، هر کسی که بله گوسفندان و گوای خودشان را میبرند و در اونجا یعنی علف زیاد هست در ولایت زیبای نورستان، و همچنان حدود 251,504 هزار هکتار جنگل داره. یعنی تمام جنگل های افغانستان را ما مثلا اگر یک جای کنیم او را به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم، یک قسمتش در ولایت زیبای نورستان هست، یعنی جنگل ها واقعا زیاد هست در این ولایت. بله، و گفته شده که یعنی قسمی که گفتم نیم تمام جنگل های افغانستان را اگر یک جا بسازیم تمامش را به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم، یک قسمتش در ولایت زیبای نورستان هست. بله، و در درخت های زیادی هست در اونجا، مثلا درخت ارچه، درخت های بلوط، و این درخت ها در ولایت زیبای نورستان موقعیت داره. البته میتونیم بگیم که ویژگی های زیاده داره ولایت زیبای نورستان، که تا حدی که وقت داریم را بر شما عزیزان میگیم. سعیز جمع شید جمع بله پشت گمی جان، گمی بیا که علف داره نورستان رب اینان گمی میاینه. بله گمی اگر قسمه که گفتیم درخت ها زیاد است در ولایت زیبای نورستان، درخت های بادام است، بادام؟ انجیر هست و همچنان دریاها از 3 دریای بسیار بزرگی داره ولایت زیبای نورستان، و همچنان به ده‌ها دریاچه هایی داره که یعنی گفته شده که در ولایت زیبای نورستان در هر طرفش که ما ببینیم حتما چشمه آب زلال هست، یعنی در هر طرف یا چشمه آب هست یا دریاچه است، و به همون خاطر آب بسیار زیادی داره و سالانه خیلی باران میباره در ولایت زیبای نورستان در فصل که باران زیاد است. نی؟ باران زیاد است، باران. بله. من پس آمدم. خب که دیگه آمدی. پس نصف را پس آمدم، گفتم که خیر است کمی جان، اگر نفهمید بس آمدش میگم. خب خیر است دیگه. امی که شما هستین، شما خوب گوش بدین، مثل دوستای عزیز ما ببینین چطور پای تلویزیونای خودشان نشستن و در مورد ولایت نورستان معلومات را گوش میکنن. شما خوب گوش کنین دیگه، درست است جمشید جان؟ ولی خب در این قسمت برنامه از شما عزیزان میخواییم که باز هم بیرینده برنامه خودتان باشین. در این قسمت برنامه ما میان برنامه آمدی نشر داریم، از شما میخواییم که برین میان برنامه را ببینین و بعد از تماشای میان برنامه در آیتم بعدی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم، با برنامه خودتان همراه باشین. پشت کمی پونیم، پشت کمی. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان، ممنون از شما عزیزان که با برنامه خودتان همراه بودین. تا ایدم در مورد ولایت زیبای ما، ولایت زیبای نورستان معلومات گفتیم در آیتم اول برنامه، ولی خب زیبایی
ولایت زیبای نورستان زیاد هست که ما نمیتونیم تمامش رو بگوییم، ولی کوشش میکنیم که امروز زیادتر صحبت کنیم در مورد این ولایت. جان جان من زیاد میخوایم درباره ولایت نورستان بفهمم. آفرین جان جان جان. ولایت نورستان از جنگل خوشبختی که زیاد مقبول است. دلم میشه که ولایت زیبای نورستان سفر کنم و همونجا زندگی کنم. همگی دوست دارن که به ولایت زیبای نورستان سفر کنن. قسمی که در آیتم اول برنامه در مورد ولایت زیبای نورستان گفتیم که کوهستانی است، سه دریای بزرگ داره و بعد ده ها دریاچه هایی داره ولایت نورستان، و همچنان امی دریاچه ها هست و امی دره ها هست و امی کوه ها هست، و شاید بعضی وقتا نشه که هموطنان هم که در این ولایت زندگی میکنن خب از ای کوه به او کوه دیگه خب حتما کار داشته باشن برن، نی؟ به امون خاطر پل‌های چوبی ساختن خوب. که کمک میکنن به هموطنان ما که از روی دریاچه ها و از روی دره ها به بسیار آسانی تیر شوند و به هر جایی که دلشان بخواه برن. یعنی پل‌های چوبی هم هست که واقعا جالب است، نی؟ چون یک ولایت تاریخی است و همه چیزش قدیمی است دیگه، نی؟ مثلا مثل پل‌های چوبی، یعنی ما خیلی پل‌های چوبی را کم دیدیم، نی؟ خصوصاً در اخیرا خب واقعا نیست و قدر، ولی در ولایت زیبای نورستان که بریم آثار باستانی و تاریخی زیاد می‌بینیم. پل چوبی داره. به دلیل ای که ولایت زیبای نورستان کوهستانی است و مناطق هموار زیاد نداره، پس زراعت هم در این ولایت کم است، یعنی اونقدر زیاد نیست دیگه مثل ولایات دیگره که در کشور عزیز ما هست. خب دیدیم که زمین های زراعتی دارن، کشت میکنن، حاصل کشت خودشان را میگیرن و به بازار عرضه میکنن، ولی خب این ولایت درختان زیادی داره، قسمی گفتیم درخت های ارچه و بلود داره که از چوبای اونا استفاده میکنن، و همچنان انجیر، درخت های انجیر هست، یعنی میوه ها زیاد هست در این ولایت زیبا که از تمامش هموطنان ما استفاده میکنن. حدود 9267 کیلومتر مربع مساحت ولایت زیبای نورستان هست، و همچنان حدود 400 هزار نفر یا 400 هزار تن هموطنان ما در ولایت زیبای نورستان زندگی میکنن. خب یعنی تخمین زده شده، بسیار کلان جای است جمشید جان، ولایت زیبای نورستان بسیار کلان است. بزرگیش خب شاید به اندازه ولایات دیگر کشور ما نباشه، ولی خب زیباییش واقعا زیبا هست. همگی دوست داره که به این ولایت برن و این منطقه سرسبز و این ولایت که جنگل های زیادی داره را ببینن. در مورد بله من میرم به جنگل خوشبختی سلطان جنگل رو بگم کمیال آماده شد بریم نورستان. رفتم خب کجا میرین؟ بیا که من معلومات بگم، در این فصل رفتن نمیشه به ولایت زیبای نورستان. نمیشه رفتن؟ نمیشه. خب باش من دلیلش برات میگم. خب دلیلش مرکز ولایت نورستان، مرکزش پارون هست و همچنان این ولایت در شمال با ولایت زیبای ما ولایت بدخشان هم سرحد است، در شرق با منطقه کشمیر پاکستان، در جنوب با ولایت کنر، و در غرب با ولایت پنشیر و لغمان هم سرحد است، و همچنان ولایت زیبای نورستان منطقه ای است که باران زیاد میباره، یعنی در سالانه حدود 600 تا 800 میلیمتر باران میباره در این منطقه، و همچنان درجه حرارت، یعنی در تمام فصل ها گفته شده که ولایت زیبای نورستان هوای معتدل داره، ولی در برخی از مناطقش در فصل تابستان هوا واقعا خیلی گرم می باشه، و در بعضی از مناطقش هوا خیلی سرد می باشه در فصل زمستان، یعنی می گفته شده که بارش برف زیاد در اینجا صورت می گیره
و راه‌های رسیدن که راه‌هایی که به ولایت نورستان میرسیم کاملا مسدود میشه، بند میشه. یعنی در این فصل امکانش خیلی کم است که ما به ولایت زیبای نورستان رفته بتونیم، چون ما و شما هم در فصل زمستان قرار داریم و بارش برف در این فصل زیاد رخ میده و به همون خاطر چون ولایت زیبای نورستان یک ولایت است که بارش باران و برف در این منطقه زیادتر صورت میگیره، راه‌ها مسدود میشه، بند میشه و زیاد نمیتونیم که ما بریم به در فصل زمستان، البته زیادتر رفته نمیتونیم به این منطقه، ولی در فصل‌های دیگه مثل فصل بهار، مثل فصل تابستان، مثل فصل خزان ما به بسیار راحتی میتونیم بریم و از این ولایت زیبای خود دیدن کنیم. الان نری خود بر ولایت نورستان که راه ها بند باشه. نمیرم جمشید جان، خوبصد که برم گفتی یکنی حسنه سرام مجبور دوباره دوار بخورد و پس میامد و جنگل خوشبختی. خوبصد کم کن جمشید جان، من که میگم معلومات را گوش کنیم، خب همین خاطر میگم نی؟ راست میگی جمشید جان، راست میگی جمشید جان، تشکر جمشید جان. امو رقم خواهش میکنم، امو رقم که در جنگل خوشبختی حیوانات زیاد است، در جنگل های ولایت زیبای نورستان حیوانات زیاد است. بیاییم که یک لیست از حیواناتی که در جنگل های ولایت نورستان هست پیش ما است، همگی ما بفهمیم که چه نوع حیواناتی در جنگل های ولایت زیبای نورستان وجود داره. میگه پلنگ برفی وجود داره، یعنی حیوانات وحشی هستن که وحشی. خب بالا گوش کنین دیگه بفهمین که چه حیوانات در جنگل های ولایت نورستان پیدا میشه. پلنگ برفی پیدا میشه، پلنگ های معمولی پیدا میشه، خرس قهوه‌ای، خرس سیاه، گرگ خاکستری و گوسفند یورال، یک نوع گوسفند است، شادی، شغال طلایی، روبای سرخ، سیاه‌گوش، سنجاب پرنده، عقاب طلایی همالیایی و طاووس کوهی، کبک معمولی و زرین، قرقاول های همالیایی، شاهین معمولی، مرغ استخوان خوار، کلمرغ، عقاب های ماهی خوار و همچنان خرگوش های کوهی در بله در جنگل های ولایت زیبای نورستان پیدا میشه و همچنان انواع زیادی از حیوانات و پرندگان هستن که از قید قلم جا موندن دیگه. همون قدره که ما در تانستم حیواناتی که در جنگل های ولایت زیبای نورستان بود را یادداشت کردم و خدمت شما گفتم. جمشید جان حیوانات زیادی هستن ولایت نورستان، خرگوش ها موجه هستن، دوستای ما موجه هستن، بله دوستای خودت هم در اینجا هستن، دوستای ما و همچنان فیلیبی کارهای فرهنگی یا کارهایی که هموطنان ما در ولایت زیبای نورستان انجام میتن، یعنی صنایع دستی، میتونیم از جمله صنایع دستی از پوست حیوانات تار جور میکنن و از او تارها لباس بر خودشان تهیه میکنن. یعنی کاملا سبک زندگی هموطنان ما که در ولایت زیبای نورستان هستن یعنی متفاوت هست. یعنی خانه های چوبی دو منزله میسازن، یعنی بر روی چپرکت میخوابن و غذا را سر میز میخورن، مدام در حال مالداری هستن، یعنی نگهداری میکنن از گاو و گوسفند و امو چیزهایی که در این مناطق پیدا میشن و یعنی کارهای دستی، صنایع دستی را زیاد دوست دارن مردم هموطنان ما که در ولایت زیبای نورستان زندگی میکنن. همچنان معلومات خیلی زیاده است که در مورد ولایت زیبای نورستان هست که متاسفانه وقت نیست که خدمت شما عزیزان بگوییم، ولی خب خیلی خوب شد که امروز در مورد این ولایت صحبت کردیم. واقعا یک ولایت بسیار زیبا و مقبول است. ممنون از شما که امروز به برنامه اومدین و ممنون از همراهی شما خوبان که با برنامه خودتون در برنامه امروز هم همراه بودین. اگر وسایل دارین وسایلتان را آماده کنین که ما آیتم بعدی آیتم کار دستی داریم. از شما میخواییم که آیتم بعدی ما را هم بیننده باشین. من از حضور شما عزیزان مرخص میشم. خدا حافظ و نگهدار همگی شما.